من اسمم شهریاره، حدود نیم قرن پیش در ایران، در تهران متولد شدم. خانواده ما خانواده معمولی ساده غیر مسیحی بودن و همون دین آبا اجدادی خودمون رو داشتیم. منم بزرگ شدم تو خانواده‌ای که زحمت می‌کشیدن. پدرم کارمند دولت بود، مادرم هم همینطور کارمند دولت بود. هر دوتا زحمت می‌کشیدن و یه زندگی خیلی ساده‌ای داشتیم و سالها همینجور می‌گذشت. منم رشد می‌کردم. به صداقت معروف بودم، معمولاً دروغ از دهنم در نمی‌اومد. بچه سر به راهی بودم. سالها گذشت و دیگه در دوران دبیرستان، اواخر دوران دبیرستان، سال آخر که بودم، انقلاب اسلامی در ایران به وقوع پیوست و دولت عوض شد و اون دوران دورانی بود که همه به نوعی یا مخالف بودن یا موافق بودن. خب خانواده من خانواده بودن که کارمند دولت بودن و طبیعتاً خیلی موافق بودن با رژیم شاه و رژیم سابق، ولی مدرسه و جوی که تو مدرسه و کلاس وجود داشت جوی بود که ما رو میکشوند تو خیابون، میکشوند توی انقلاب بریم اینوالو بشیم یا وارد عمل بشیم. منم رفتم، با اجازتون، چندین و چند بار منم رفتم، شعارم میدادم تو خیابونام، کیلومترها راهم میرفتم. و اون دوران یه انقلابی واقعا در درون قلب خود من پیش اومد که آقا اگه تو واقعا مرامت اینه و اگه دین آبا اجدادیت اینه، خب الان انقلابی هم داره پیش میاد و اینو باید تو درست انجام بدی، باید دعات سر جاش باشه، نمازت سر جاش باشه، روزت سر جاش باشه. و شروع کردم خیلی جدی، هیچ وقت یادم نمیره اولین باری که نماز میخوندم، خب به من نمیومد، اصلا منو کسی با این شکل نگاه نمیکرد. یه آدمی بودم واسه خودم زندگیمو میکردم و اصلا آدم مذهبی نبودم، ولی خدا رو دوست داشتم از اون اول و با خودم گفتم خب اگه من این دین رو دارم تا آخرش باید وایسم، یا زنگی زنگی یا رومی رومی، من میون کش وسط دوست نداشتم. پس روز اول که خواستم نماز بخونم، رفتم در اتاقم رو بستم، هیچ وقت یادم نمیره، و چون خیلی آنورمال بود این حرکت که در اتاق من بسته باشه، حالا وسط کارم هی مادرم میاد در میزنه که چیه، در رو باز کن. از پشتم کرکره هم بسته بودم که کس از بالکنم نتونه منو ببینه، درد سرتون ندم. اینا فکر کردن من خودکشی کردم دیگه. انقدر در رو کوبیدن و جیغ و داد مادرم راه انداخت که آخر سر که نمازم تموم شد، در باز کردم اومدم بیرون، گفتم بابا آخه نذاشتین من دعامو بکنم، نذاشتین من عبادتمو بکنم. و اینا اگه امکانی برای شاخ در وردن وجود داشت، اینها مسلما مادرم و خواهرم اینا شاخ در می آوردن. توی محل ما، توی کوچه‌ای که زندگی می‌کردیم، چندین تا از پسرای محل ما اینا دست چپی بودن، حالا نمی‌گیم دست چپی، ولی عقاید چپگرایانه داشتن. اینا اکثرا کمونیست بودن و این مدت دینداری من زیاد طول نکشید و بعد دیدم که عقاید اینها خیلی بیشتر میچربه، عقاید اینها خیلی منطقی تره. عقاید کمونیستا رو دیدم خیلی با عقل بیشتر جور در میاد و یواش یواش نماز خوندن رو گذاشتم کنار رو دیگه برای خودم شدم یک کمونیست دعا تیشه‌ای که هر جا میشستم اصلا به خدا کفر میگفتم و کاملا اصلا از اون جو خارج شدم. من افتادم روی یه خط دیگه و این دوستای منم توی ماجرای انقلابی که در ایران پیش اومد، حدود 33-34 سال پیش، اینا موضع خودشون رو داشتن، اینا کمونیست بودن و شروع کردن به پخش کتاب. از یه ور من کتابای دکتر شریعتی رو میخوندم، از یه ور کتابایی که ترجمه بود از ماکسیم گورکی و نمیدونم اعتقادات سوسیالیستی و اینا رو میخوندم و توی یه دوگانگی گیر کردم. دنبال اونی هم که میگشتم که پیدا نکردم در اون دعا و نیایش عبادت خودم که خیلی هم صحیح بود تا اونجایی که میدونستم، و دیدم عقاید اینا خیلی ملموس‌تره، عقاید کمونیستی رو خیلی واقعی‌تر دیدم. و یه روز به خودم اومدم و دیدم که نه، من کاملا یه کمونیستی شدم که اصلا دیگه از خدا بدم میاد، از دین بدم میاد، از مذهب بدم میاد. و دیگه کار به جای رسید که من خداحافظی نمی‌کردم، یعنی دیگه رفتم تو یک
شورش رو درآوردم، یک اکستریمی رفتم واقعا، یک افراط خیلی زیاد، و گفتم که اسم خدا از دهن من دیگه نباید بیاد بیرون. یادم به عیسی مسیح فحش میدادم، به انبیای دیگه فحش میدادم، به سر بد شدم. تو اون دوران یه مقداری اون دوگانگی، بعد یه خطی برای خودم پیدا کردم، همینجوری رفتم تا انقلاب فرهنگی هم در ایران تموم شد، دانشگاه ها باز شد و اولین کنکور من دانشگاه قبول شدم و رفتم دانشگاه توی شهرستان، تو تهران نتونستم. و اونجا باز با همین عقاید بود یکی از همکلاسیامم که اونم مثل من یه عقاید کمونیستی داشت، ولی میدیدم حرفاش خود فرق داره. میدیدم این از محبت میگه، از عرفان میگه. بعد یواش یواش اون میومد تهران، منم میومدم تهران، از شهرستان میومدیم میرفتیم. دوران دانشجویی همون سال اول این ایشون یه بار منو دعوت کرد، یه آدرسی به من داد و گفتش که من و دوستام که جمع میشیم با هم شعر میخونیم یا تفسیر کتاب حافظ رو داریم یا کارهای عرفانی با هم انجام میدیم، تو این آدرس جمعه ساعت 10:30 صبح هممون جمع میشیم. و به من نگفت کجاست، فقط آدرس رو به من داد. منم با خودم گفتم خب یه عده پسر دختر جوون جمع میشن یه جا برای کار فرهنگی، چرا که نه، چرا من نرم. رفتم، با اجازتون دیدم ساختمون یه کلیساست تو میدون ونک، و چون دوستم به من نگفته بود کجاست، من واقعا شوک شدم. یعنی با خودم گفتم واو، ساختمون خیلی بزرگ، آجری قشنگ، بالای درب فارسی به معرق فارسی، کار زیبای صنایع دستی اصفهان، نوشته بود یکدیگر را محبت کنید چنان که من شما را محبت کردم، انجیل عیسی مسیح. از همون جلوی در شوک من شروع شد که اینجا کجاست؟ قرار بود ما توی خونه جمع بشیم، اینجا یه سالن عمومیه، یه جای اجتماعه که مردم تعداد زیادی هم بودن اونجا. و این دوستم اومد و منو معرفی کرد و برد منو تو کلیسا، بود قشنگ صلیب عیسی مسیح، و بعد منو معرفی کرد به دیگران. دیدم اسامیشون، اینا همه مسلمان زادن، اسامیشون هم مثل من، من شهریارم، اونجا شهرام بود، نمیدونم اکبر بود، نمیدونم تمام اسماشون مثلا واروژ و ورژ و نمیدونم قاراپت و اینجور چیزا نبود، یعنی ماریت و اینجور چیزا نداشتیم، اینا همشون مسلمان زاده بودن تو این کلیسا. و بعد من اصلا یه خود جا خوردم که این دوست من که من میدونم این عقاید کمونیستی داره، من میدونم کلی با هم حرف زدیم، این چرا من اینجا دعوت کرده؟ و بعد دیدم که این چندین سال پیش یواش یواش گرایشی پیدا کرده بود. درد سرتون ندم، من اونجا برای اولین بار انجیل شنیدم به زبان فارسی، برای اولین بار سرود روحانی شنیدم به زبان فارسی، برای اولین بار پیغام انجیل رو شنیدم به زبان مادری، کتاب مقدس رو باز کردم فارسی. من فکر میکردم اینا همش باید یا زبان ارمنی باشه یا زبان آشوری، به این دوتایی بود که در ایران دو قومی بودن که اقلیت مذهبی بودن، و تصورشو نمیکردم همچین چیزی به فارسی باشه. بیشتر اینکه همه جمع بشن توی ساختمون قانونی، در باز، بدون مشکلی از طرف دولت، و اینها یه عده مسلمان زادن که مسیحو میپرستن. و من خیلی جذب شدم و این دوستم برای من کتاب مقدس خرید، برای من خوند از انجیل متی باب 5، موعظه سر کوه عیسی مسیح، و یواش 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 من یه مقداری از این حالت بیدینیم یه خورده رنگشو از دست داد و دیگه اون حالتهای کمونیستی من یه مقداری اومد پایین تر. بعد سوالی برام پیش اومده بود، اون موقع هم دیگه دانشجو بودم، هی میرفتم شهرستان میمدم تهران، و اونجا با خودم گفتم خب خداوندا ظاهراً من اونجور که فکر میکردم از تو فاصله نگرفتم، یه زمانی خیلی دوستت داشتم، یه زمانی یه جدایی پیش اومد، ولی الان این که من میبینم مثل که اونیه که من دنبالش بودم و پیدا نکردم، چون کمونیستم چیزی به من نداد، دائما واسه هر چیزی دلیل می آوردم، مشکلات جامعه رو می گفتم دلیلش اینه که پس خدای وجود نداره، بی‌عدالتی در جامعه هست پس خدای وجود نداره، اگه طلاق هست، اگه زلزله میاد، اگه هندیکپ هست، مردم ناقص الخلقه به وجود میان، پس خدای وجود نداره. بعد دیدم نه، مثل اینکه جوابی هست برای تمام اینا. و یواش یواش انجیل خوندم، یواش یواش با کشیش قرار گذاشتم، تو جلسات دعا، جلسات جوانان میرفتم، تا یادم میاد این دوران 6 ماه این یه کشمکشی بود، من در درون قلب خودم، تو روح خودم یک جنگ تمام عیار داشتم، از یه ور بیدینی، از یه ور اون آیین قبلی خودم منو میکشید، از یه ور این دوستان جدید و انجیل و کلیسا منو میکشید،
از یه ور دوباره همون کتابای مارکسیستی که میخوندم گاهی وقتا این علامت سوالی میشد واسه من و نمیدونستم و گفتم خداوندا تکلیف من رو روشن کن. تو این ایام که من میرفتم و میومدم ایام کریسمس بود و اونجایی که دانشکده ما تایی کوچه بود توی جلفای اصفهان و جلوی کوچه سنگتراشا کلیسای جماعت ربانی بود اونجا و میز کتاب فروشی داشتن و یه بار که رد شدم تو همین کشمکشا بودم باز این انجیل رو نگاه کردم گفتم نه آدم های احمق اینو میخونن انداختمش کنار. دوباره برگشتم تهران و یه مدتی گذشت و انقلابی در وجودم شروع شد. هیچ وقت یادم نمیره فروردین ماه بود 30 فروردین و رفتم کلیسا طبق معمول نشستم. موعظه عادی بود، موعظه هیجان انگیزی نبود و من یواش یواش تنفسم زیاد شد، ضربان قلبم رفت بالا و دیدم که به خودم گفتم که این واعظ که حرف خاصی نمیزن، یه موعظه معمولی مثل همه موعظه های دیگه، تو چرا داری میمیری؟ جلسه تموم شد، همه رفتن و من نتونستم برم. انگار یک نیروی منو روی شونه هام فشار آورد و منو چسبوند روی این صندلی و من نتونستم تکون بخورم و تمام این حرفایی که زدم، فوشایی که به مسیح دادم، خداحافظی که نمیگفتم، فوشی که به انبیا دادم، چقدر واسه کمونیست یقه جر میدادم یا چیز بودم، خیلی با هیجان صحبت میکردم، عقاید کمونیستی رو میگفتم، تمام اینها از جلوی چشمام رد شد و بعد حضور خدا رو احساس کردم و جاتون خالی شروع کردم گریه شدید، با اینکه من اصلا اهل این کارا نبودم، آدم خشکی بودم و توی سر قبر خانوادم که فوت میکردن سر عزاداری اونا من گریه نکردم، ولی قلبم ترکید، توبه کردم. نمیخوام بگم همون لحظه من عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و خداوند خودم پذیرفتم، ولی خدای رو قبول کردم که من آفرید، قبول کردم، با خودم گفتم، در دعا گفتم خداوند تو هستی و من زندگی اون به دستای تو میسپارم. بعد نمیدونم چقدر طول کشید، 5 دقیقه، 10 دقیقه، نیم ساعت، نمیدونم، و بعد دیدم میتونم بلند شم، ولی اون مسیر، اون صندلی های جلوی کلیسا تا جلوی دری که از اون محراب خارج بشیم، من احساس میکردم دارم پرواز میکنم، انقدر سبک بودم، انقدر، یعنی یک تجربه بود که من نمیدونستم چیه. با خودم گفتم واو چه اتفاقی افتاد، من نمیدونستم این تولد تازه است. رفتم پایین و دوستام اومدن، همون افرادی که اسمشون ارمنی نبود، آشوری نبود، مسلمون زاده ها اومدن به من گفتن به تبریک میگیم، به گله ما خوش اومدی. گفتم گله کدومه، ولم کنید، یعنی چی به گله ما خوش اومدی؟ یکی دیگه گفت حالا تو هم از گوسفندان عیسی مسیح. گفتم با از این حرفا امانه، من گوسفند نیستم تو رو خدا. از اون موقع به بعد عقیدم عوض شد، طرز حرف زدنم عوض شد، دیگه با دوستای قدیم حرفی نداشتم، جوک میگفتن من نمیخندیدم، میرفتیم بیرون مثل سابق با همون پسرها و همون بچهای کمونیست محلمون، میرفتیم بیرون، میرفتیم تجریش، بستنی لادن بخوریم، بستنی با خامو ژله خوشمزه است، هیچ وقت یادم نمیره، سالها میگذره از اون روزا، میرفتیم جیگر میخوردیم با هم یا میرفتیم مسافرت میرفتیم، بازم رفتم، ولی اینا همون حرفای همیشگی رو میزدن، میگفتن، میخندیدن، ولی برای من دیگه جذابیت نداشت. برای من واقعا زود میخواستم این روزا بگذره، پنجشنبه بشه برم جلسه جوانان، جمعه بشه برم کلیسا و میدیدم چه عشقی من پیدا کردم به این ور، گم شده رو اونجا پیدا کردم، اونی که دنبالش بودم. باز یه روز به خودم اومدم، دیدم من در وجود خودم اینو قانع شدم که مسیح همون خداییه که منو آفریده، نه فقط یه فرستاده، نه فقط یه پیغمبر، بلکه خداییه که مجسم شده اومده رو زمین و روی صلیب برای گناهان من مرده. تمام اینها برای من شکل گرفت. کتاب مقدس اولیمو هنوز دارمش، تو ایران البته، اینجا نیست. من میخوندم تمام یه علامت سوال میذاشتم سر همه آیه ها. یه بار که خوندم وقتی برگشتم تعجب میکردم از علامت سوال، با خودم میگفتم این که سوال نداره، پاکش کردم، دوباره دوبیدم این که سوال نداره. روح خدا بعد از یه مدت جواب تمام سوالامو داد و زندگیم عوض شد. یه روز، هیچ وقت یادم نمیره، مادرم برگشت به من گفت تو بوی لباسات عوض شده، تو چیکار کردی؟ چون مامان لباسا رو جمع می‌کنه، فکر کنم اکثر خونه‌ها همین جوره که مادرها لباسا رو جمع می‌کنن، هر چند روز یه بار می‌شورن. مادرم به من گفت تو بوی لباسات هم عوض شده، چی به سرت اومده؟
دیگه گفتم مامان من شدم گوسفند عیسی مسیح و ایشون هم باز مخالفت های خودش رو میکرد. وقت خودش ایشون هم ایمان آورد، هم مادرم هم پدرم هر دو به عیسی مسیح ایمان آوردن. من دوباره یادم میاد دوباره برگشتم به اصفهان، دوباره رفتم از همون کوچه رد شدم، همون میز کتاب فروشی دوباره اینجا بود، رد شدم دوباره همون انجیل رو برداشتم. بعد اصلا از اون حرفی که زده بودم پشیمون شدم که گفته بودم این آدم های احمق میخونن. خریدمش، اون هنوز دارم، اینجا هم آوردمش، تو کانادا دارمش. و از اونجا زندگی من کاملا عوض شد، با خوندن انجیل زندگیم عوض شد. من در یک کنفرانسی که کنفرانس جوانان بود و دعوت میکردن به افراد رو که با خدا صادق باشن، اگه صدای خدا رو میشنون که اونا رو به خدمت میخونه لبیک بگن، من یادمه بعد از این جلسه جدا شدیم، هر کس یه صندلی برداشت، رفتیم توی زیر درختات توی باقی بودیم در شمال تهران. اونجا من یک ملاقات خیلی جدی داشتم با خدا و خدا منو دعوت کرد. سال آخر دانشگاه بودم و میخواستم تخصصی انتخاب کنم که ببینم باید چی کاره این دنیا باشم. خدا به من گفت کار تو منم، تو درستو بخون و بیا منو خدمت کن. بعد از اون وارد خدمت تمام وقت شدم سال 1989 که همون سالم ازدواج کردم، همون سال وارد خدمت شدم. الان 24 سال میگذره، 24 سال من تو خدمت تمام وقت هستم. از ایران خدمتم شروع شد، بعد اومدیم فرانسه، خدمت رادیو داشتم، سالها تلویزیون کار کردم و خودم همسرم با هم برنامه های مختلف تلویزیونی داشتیم. و بعد خدا ما رو از فرانسه خوند که بیایم ونکوور کانادا. همین الان توی ونکوور هستیم و من کشیش هستم، شبان کلیسای نور عالم هستم در ونکوور. اون چیزی که خدا باری که رو دل من گذاشته بار تعلیمه، چون خیلی از افراد که فکر میکنن مسیحیان واقعا مسیحی نیستن، یا اگه وقتی هم ایمان میارن به مسیح اینا رفتار مسیحی ندارن، نمیدونن زندگی مسیحی یعنی چی. و خدا این بار رو تو قلب من گذاشته که اینها رو تعلیم بدم. من خدا فیض داده در تعلیم قوی هستم، خودم همسرم هر جا که میریم ما از عیسی مسیح میگیم و اون رو نشون میدیم که چجوری ما باید مسیح گونه زندگی بکنیم. و رسالتی که خدا دوش من گذاشته که از روی اینها، از بین این افراد بتونم شاگردان تربیت کنم و بعد اونها رو بتونیم آماده بکنیم برای کشور خودمون ایران که برگردن و اونجا بتونن بشارت بدن، ملکوت خدا رو گسترش بدن. پیغام من برای اون افرادی که تجربه‌ای مثل من داشتن اینه که خدا رو باید تو قلبشون جستجو بکنن. خدا رو تو دنیا نمیشه جستجو کرد، چون دنیا پر از خرابی و دروغه، پر از بدیه. خدا رو تو خیلی کتابا نمیشه جستجو کرد. خدا جای خالی داره تو قلب ما که فقط با وجود خودش پر میشه. باید از خودش بخوایم، باید صادقانه ازش بخوایم که خداوند خودتو بر من مکشوف کن و او این کارو میکنه. خدا جویندگان خودش رو پاداش میده. هفت شهر عشق رو نریم بگردیم که عطار گشت. واقعا به قلب خودمون نگاه بکنیم و از خدا بخوایم خودش رو بر ما مکشوف بکنه و اون موقع حقیقت رو خواهیم یافت.